سلام، اگه قسمت‌های قبلی ما رو دنبال نکردید بهتره برگردید و از قسمت اول کار ما رو دنبال کنید، چون پادکست ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالی کوتاهه که قسمتاش به هم مرتبطه. پس برای اینکه چیزی رو از دست ندید ما رو از قسمت اول گوش کنید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت سوم، نویسنده و خوانشگر این اپیزود امین متین. بعد از سلام علیک اومدیم نشستیم دم میزی که من وسایلمو روش گذاشته بودم. تصمیم گرفتم همه اتفاقایی که افتاده بود رو مو به مو براش تعریف کنم، چون چیز دیگه‌ای به ذهنم نمی‌رسید جز اینکه کل ماجرا رو بهش بگم. وقتی حرفام تموم شد نگام کرد و گفت: اگه همه این ماجرا رو من برای تو تعریف می‌کردم باور می‌کردی؟ نه جدی، بگو برات باورپذیر هست؟ اصلا امکان داشت باور کنی همچین چیزی رو؟ فرض می‌کنیم حمیدی با اون آقایی که میگی دست به یکی کرده، الان هم هرچی بهش بگی زیر بار نمیره. خب فیلم چی؟ دوربین مدار بسته که نمیتونه با اونو دست به یکی کنه، مگر اینکه بخوای بگی رفتن یه بازیگر آوردن شکل تو گیریمش کردن و همه نقش خودشونم عالی بازی کردن. اون وقتی که من بهت میگم خب اصلا چرا؟ انگیزشون از این کار چی بوده؟ چه علتی داشته؟ حدسم درست بود. حتی هانیه هم باورش نمیشد. وقتی نزدیکترین کس آدمی مسئله‌ای براش باورپذیر نباشه، از دیگران چه توقعی میشه داشت؟ من اصلا جوابی نداشتم بهش بدم. همینطوری داشتم نگاش میکردم که یه دفعه گفت: اصلا میدونی یاد چی افتادم؟ قصه های آگاتا کریستی، معماهای پلیسی، پوارو. لبخند ترخی زدم و سرم و با حالت تأسف از اینکه حرفمو باور نمیکنی تکون دادم. به هم گفت: سرتو اونطوری تکون نده. شوخی کردم بابا، اگه نمیشناختمت شاید یه فکرهای دیگه دربارت میکردم. ولی یه دفعه ساکت شد و خیره شد به یه نقطه. چشماشو کمی تنگ کرد. مشخص بود که فکری تو سرشه. فکر که نه، انگار یه سیاه چاله بود که همه ی هوش و حواسشو تو یه لحظه بلعید. گفتم: ولی چی؟ هانیه جان، ولی چی؟ روشو برگردون سمت من و با حالت شیطنت آمیزی گفت: گفتی که خونش همین نزدیکی هست؟ نظرت چیه بریم خونه رو ببینیم؟ ای ناقلا، حالا میشد فهمید که چی حواستو پرت کرده. ناخودآگاه لبخند رضایت ریزی زدم و گفتم: تو که میگفتی باور کردنی نیست همچین اتفاقی. قصه آگاتا کریستی و هلکور پواروه. حالا چی شده علاقه من شدی خونه رو ببینی؟ انگار که این ماجرا حس کنجکاویشو یکم قلقلک داده بود. پرید وسط حرفم که: نه آخه میدونی چیه، برام خیلی جالبه که این خونه ها رو ببینم. بعد دوز شیطنتشو برد بالا، با دلبری آغشته به بدجنسی ادامه داد: ببینیم اصلا خونه ای هست نیست، گربه داره نداره. و بعد زد زیر خنده. خدایا این موجود در اوج بدجنسی چقدر دوست داشتنیه. گفتم: پاشو بریم که فقط 45 دقیقه وقت داریم و الا به تئاتر نمیرسیم. از کافه اومدیم بیرون. بلوار همیشه اون ساعتا ترافیکش سنگینه. ما هم پیاده از وسط بلوار قدم زنون راه افتادیم سمت خیابون ایتالیا. توی راه انگار هانیه ذهنش مشغول بود. همینطوری که دست همو گرفته بودیم و راه میرفتیم یه لحظه مکث کردم و ایستادم. گفتم: هانیه داری به چی فکر میکنی؟ لبخند تفرامیزی زد و دستمو کشید و دوباره راه افتادیم. چند دقیقه سکوت بینمون بود. نفهمیدم توی اون لحظات هانیه به چی داشت فکر میکرد، ولی هر چی بود انگار دلش نمیخواست کسی وارد سرزمین ذهنیش بشه. البته از روی اون جمله عجیبی که یکم بعدتر بهم گفت فهمیدم. میدونستی زمان یه توهمه؟ گفتم: چی؟ زمان توهمه؟ گفت: آره. البته اینو من نمیگم، اما این جمله رو کسی گفته که دیگران هنوز جرئت نکردن رو حرفش حرف بزنن. گفتم: کی؟ هایدگر؟ وبر؟ نیچه؟ اونم نه؟ لابد استیفن هاکین. آنیه چیه، نکنه از اینستاگرام خوندی؟ لابد آلبر کامو یا عباس کیارستمی.
نه؟ خیلی خوب، حالا کی گفته؟ برگشتم نگاش کردم که بدونم داره شوخی میکنه یا جدی گفته. گفت آلبرت انیشتن. تعجب کردم، با تأکید ازش پرسیدم انیشتن؟ گفت آره، توی نامه‌ای که برای یکی از آشناهاش مینویسه میگه برخلاف اعتقاد همه دانشمندا و مردم، زمان یه توهمه. نمیدونم چرا بعدش وقتی داشتم به این جمله فکر میکردم یهو واقعا ترسیدم. انگار توی دلم خالی شد، یه حسی شبیه موقعی که ترن هوایی یه دفعه میفته تو سرازیری و دل آدم هوری میریزه پایین. اومدیم تو کوچه بنبست. بهش گفتم گربه رو اینجا پیدا کردم. همینجا وایساده بود و بر رو بر منو نگاه میکرد. پشت سرتم پلاک 58. خب خانم، به نظر حضرت عالی این خونه واقعی هست یا نه؟ توهمه. در رو باز کردیم و اومدیم تو حیات. این ورانور رو نگاه کردم که ببینم دوباره اون وروجک پلاس نباشه بیرون. ازم پرسید دنبال چی میگردی؟ گربه دیگه. اون دفعه که تو خیابون بود. گفتم شاید الانم بیرون باشه باز. در حالی که کلید انداختم و در ورودی خونه رو باز کردم گفتم بیا بریم تو. بیا که دیره. ساعت چنده؟ جواب داد 7:40. گفت اه، صدای چی بود؟ الان میریم میبینی. گفتم بهت که 20 تا ساعت و یه جا زده به یه دیوار. تازه از بین همه این ساعت و فقط یکیش کار میکنه که اینم صدای همونه. چه جالب. اون دفعه هم پشت در بودم که این ساعت دینگ دینگ کرد. همینطور که از راه رو اومدیم به سمت سالن، گربه رو چند بار صدا کردم که بیاد سریع غذاشو بهش بدیم و بریم، چون خیلی وقت نداشتیم. برق خونه رو روشن کردم و گفتم بفرمایید، اینم همون خونه خیالی. در و دیوار خونه رو نگاه کرد، چشای گردش گردتر شد و زیر لب با خودش حرف میزد. وای اینجا رو ببین، انگار واقعا واسه 100 سال پیشه. چطوری این همه لوازم قدیمی سالم و نو پیدا کرده؟ گفتم ساعت‌ها رو ببین، طرف رسماً دیوانه است. آخه چرا باید این همه ساعت داشته باشی تو خونت؟ یه چرخی تو پذیرایی زد، رفت سمت تلویزیون و گفت به نظرت این کارم میکنه یا دکوریه؟ گفتم نمیدونم، روشنش که نکردم. دیشب اومدم یه ریز دنبال گربهه بودم. بهیموت، بهیموت، بیا ببینم. ای بابا، این گربه هم باز غیبش زد. گفتم هانیه بیا بگردیم پیداش کنیم بریم. دیرمون میشه ها. پایین رو گشتیم، یعنی من داشتم میگشتم، هانیه محو خونه شده بود. اومدم توی آشپزخونه، همون جایی که دفعه پیش براش آب و غذا ریخته بودم. سرک کشیدم که ببینم اونجاها میتونم پیداش کنم یا نه، ولی نبود. همونطور که هانیه مشغول وارسی لوازم و وسایل تو خونه بود، ظرف غذاشو پر کردم و براش آب ریختم. هانیه صدا زد که ببین، انگار داشته واسه یه کسی نامه می نوشته، نامش نصفه مونده. گفتم هانیه وسایلشو به هم نریزی. بی توجه به من بلند بلند نامه رو خوند. سلام دوست عزیزم، احتمالاً که الان داری این نامه رو می خونی توی خونه من یا اومدی تا کاری که ازت خواستم و انجام بدی. دوباره صداش کردم و گفتم هانی ببین، شاید گربه رفته طبقه بالا. بعد چند لحظه جواب داد تو این عکسا رو دیدی؟ اینا کیان؟ گفتم نه، دقت نکردم والا. اومدم توی پذیرایی، هانیه خیره شده بود به قاب عکسای کوچیک روی دیوار. با هیجان گفت بیا اینو ببین. منم رفتم سمتش. 10-12 قاب عکس نسبتاً کوچیک. گفت به نظرت اینا کیان؟ گفتم نمیدونم، لابد خانواده‌ای، فک و فامیلی، خواهر برادری. معمولاً آدم عکس کس و کارشو میزنه به در و دیوار دیگه. در جواب من گفت آخه معلومه بعضیاش خیلی قدیمیه. اینو ببین، از خود عکسه و لباسای این مرده میشه فهمید که واسه خیلی سال پیشه. سیبیلاشو ببین. عکسی که هانیه بهش اشاره کرده بود یه مرد خیلی مسن بود، با سیبیل چخماخی و صورت گرد و درشت نشسته بود روی صندلی. سعی کرده بود موقع عکس قبقبشو بده تو و خیلی با ابهت، بدون اینکه به دوربین نگاه کنه، گوشه کادر رو با چشمای اخموش هدف گرفته بود. یه کلاه هم سرش بود و روی کلاه یه پر بزرگ سفید شبیه کلاهای قدیمی دوره قاجار. به نظر می اومد که طرف آدم مهمی بوده تو دوره خودش، چون روی سینه‌اش یه ستاره فلزی شبیه مدال بود. کنار همین عکس یه تابلو خیلی جالب بود که روش نوشته شده بود چیزهایی هست که نمی دانی،
دقیقاً کنار همین تابلو یه عکس دو نفره بود که توش دو تا پسر بچه نوجوان کنار هم نشسته بودن که یکیشون موهاش خیلی کوتاه بود، تقریباً کچل، مثل بچه مدرسه یا دوره قدیم. اون یکی ولی یه کلاه آبی گذاشته بود سرش و قیافش یکم به بچه های خجالتی میخورد. ولی این عکس خیلی قدیمی نبود، انگار واسه 20-30 سال پیش بود. یکم دقت کردم، دیدم عکس رو همینجا انداختن، تو همین خونه. به هانیه گفتم عکس این پسرها رو ببین، عکس واسه همینجاست. گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم پشت سرتون کاناپه رو ببین، همینه که روش نشستن دیگه. برگشت نگاه کرد به کاناپه و دوباره با عکس مقایسش کرد و از این کشفمون کلی ذوق کردی. یه دفعه صدای خشخش از پشت سرمون شنیدیم. بله، جناب بهیموت تشریف آورده بودن. از اینکه فهمیدیم علت ترسیدنمون بهیموت بود خندمون گرفت. من رفتم سمتش و باهاش شاخ سلامتی کردم. من همیشه به سبک خودم با حیوونا سلام علیک میکنم. یکم بین گوشاشو براش خاروندم، حسابی خودشو لوس کرد و صورتشو مالید بهم. این کار گربه ها یعنی نهایت علاقه به طرف مقابل. بعد رو کردم به هانیه، گفتم اینم از گربه، بهتره بریم که دیگه داره دیر میشه. ولی هانیه هنوز همونطور محو دیدن این عکسا بود. بی توجه به جمله من گفت کی میدونه قصه زندگی این آدما چی بوده؟ کی بودن؟ چی بودن؟ چطوری زندگی کردن؟ کجا عاشق شدن؟ با خوشمزگی گفتم از روی عکسشون فهمیدی عاشق شدن؟ به عکس یه زن و مرد جوان اشاره کرد و گفت به نظرت اینا عاشق نبودن؟ اومدم جلو تا عکسو با دقت ببینم. یه دختر جوان و زیبا که یه دامن بلند کرم رنگ با چینای درشت پوشیده بود با یه پولیور قرمز که حسابی زیبا و خواستنی شده بود، با موهای بلند خرمایی، دوتا دستشو با ژست کلاسیکی گذاشته بود روی شونه پسره و تو چشمای هم نگاه میکردن. مرد جوونی که بهش تکیه کرده بودن با یه عینک بزرگ طبی، موهاشو یه ور داده بود و یه پیرم مردونه روشن که آستیناشو تا آرنج تا زده بود با یه ژیله قهوه‌ای و شلوار تیره پوشیده بود. هانیه راست میگفت، از عکس میشد فهمید که این زوج خوشتیپ و جوان حسابی عاشق و معشوق بودن. شیطنت هانیه گل کرد و مثل دختر توی عکس دستشو گذاشت رو شونه من. با اون یکی دستش صورتمو چرخون سمت خودش. منم ژست همون پسره رو گرفتم و یه دستمو کردم توی جیبم. همینطور خیره تو چشمای هم نگاه میکردیم. درست مثل خود عکس. نفهمیدم چی شد که گرمی نفساشو توی صورتم حس کردم و ببخشید، بیشتر از این نمیتونم در مورد لحظات خصوصیمون صحبت کنم. فقط همینو بگم که اگه اون موقع کسی میومد توی خونه، میتونست لباسامونو ببینه که هر دو سمت یه بار تیکهی روی زمین افتاده بود و این خط عشقو دنبال کنه که از راپله طبقه دوم ادامه پیدا کرده بود و رسیده بود به تخت خواب. طبیعتاً زمان از دستمون در رفت و دیگه قید تئاتر رو زدیم. کنار هم روی تخت دراز کشیده بودیم. هانیه سرشو گذاشته بود روی شونه منو به سقف زل زده بود و من به موهای مشکی هانیه. شاید یک ساعت یا بیشتر توی همین وضعیت بودیم بدون اینکه حرفی بزنیم. کرخت، سبک، دلگر. سکوت مخملی فضا رو صدای هانیه شکست. کاش میتونستیم همینجا بخوابیم. اصلا حالشو ندارم تا خونه برم. با اخم بهش گفتم دیگه چی؟ شب بمونیم تو خونه مردم؟ برگشت سمت من. همدیگر رو نگاه کردیم و همزمان قاه قاه زدیم زیر خنده. خب واقعا خنده دارم بود وضعیتی که توش بودی. همینطور که با لبای خندون کلمه های عاشقانه رد و بدل می کردیم بهش گفتم که اینطور قرار بود نیم ساعته بیایم خونه رو ببینی و منم به گربه غذا بدم و سریع بریم. دو سه ساعته اینجاییم الان. خیلی خوب، پاشو جمع جور کن بریم. به تئاتر که نرسیدیم، حداقل بریم یه شام بخوریم. خنده کنان و سرخوش پاشودیم و سر و وضعمون رو مرتب کردیم. باید هم میخندیدیم چون خبر نداشتیم تا چند دقیقه دیگه قراره چی به سرمون بیاد. باید قبل رفتنمون خونه رو مثل روز اولش مرتب میکردیم. هانیه زودتر رفت پایین، منم مشغول مرتب کردن تخت خواب و طبقه بالا بودم که یهو صدای جیغ هانیه رو شنیدم. داشتم سکته میکردم، نفهمیدم چجوری پله ها رو دوتا یکی کردم و خودم رو رسوندم بهش. توی اون لحظات کوتاه به این فکر میکردم لابد کسی اومده تو خونه یا دزدی چیزی دیده. وسط پذیرایی خشکش زده بود و مثل بید همه تنش میلرزید. گفتم هانیه چیه؟
هانی میگم چی شده خوبی؟ با حالتی ترسناک اشاره کرد به دیوار. با دلهوره تموم جایی که هانی اشاره کرد و نگاه کردم. ها؟ یا ابوالفضل این دیگه چیه؟ انگار همون موقع که ما جلوی قاب عکس و ژست عکاسی گرفتیم کسی مخفیانه ازمون عکس گرفته بود و توی این مدت که ما بالا بودیم عکسو قاب کرده بود و زده بود بغل بقیه عکسا. برای چند لحظه منم خوشگم زد. مدام به این فکر میکردم که توی این خونه لعنتی چه خبره. یه دفعه انگار که صدایی از توی حیاط شنیده باشم دویدم توی حیاط. با خودم فکر کردم هر کی بوده تو خونه لابد همینجا هست. بعد برگشتم تو خونه و مثل دیوونه ها همه خونه رو گشتم. خبری از کسی نبود. بعد دوباره متوجه هانیه شدم. دیدم حسابی ترسیده. سعی کردم آرومش کنم ولی بیفایده بود. بهش گفتم هانی عزیزم آروم باش. بی لباس بپوش بریم. بی زودتر از اینجا بریم. سری لباس پوشیدیم و از خونه زدیم بیرون. موقعی که داشتم در خونه رو قفل می‌کردم دوباره صدای دینگ دینگ ساعت رو شنیدم. هانیه هنوز حسابی می‌لرزید. دست منو محکم گرفته بود و از کنار من جم نمی‌خورد. با هم از تو حیاط اومدیم بیرون، در حیاط رو قفل کردم و وارد کوچه شدیم. موقعی که اومدیم تو کوچه، یه نفس راحت از ته دل کشیدم و به این فکر می‌کردم که همین الان دست کلید این خونه لعنتی رو پرت کنم توی جوب. رو کردم به هانیو گفتم: "دیدی من دروغ نمی‌گفتم؟ بابا این خونه لعنتی مرگیش هست. الان حرفمو باور می‌کنی؟ اصلا این خونه همه چیش مصیبته. قرار بود بریم به گربه قضا بدیم تو هم خونه رو ببینی و یه رو بیایم بیرون. الان 4-5 ساعته که اینجا گیر کردیم." یادم بعد از گفتن این جمله ساعتمو نگاه کردم که ببینم چقدر وقتمون تلف شده. درست همونجا بود که فهمیدم این خونه چه بلایی سر ما آورده. نمیدونستم که باید این موضوع رو به هانیه بگم یا نه. کمی به پیاده رویمون ادامه دادیم. به هانیه گفتم: هانیه ساعت چنده؟ ساعت مچیشو نگاه کرد و زد زیر گریه: 8:20. پایان قسمت سوم. اگه ساعت صفر براتون جذاب بوده و تونسته شما رو با خودش همراه کنه، ازتون میخوایم که ما رو به دوستانتون و هر کسی که به این ژانر از پادکست علاقه‌منده معرفی کنید.